این هفته در پژواک، داستان زندگی نینا. گفتگوی هفته با مهمان ویژه یونا. با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز، ادوین کشیش آبروس هستم و خوشحالم که با برنامه 115 پژواک خانه های گرم شما آمدید. بله، منم اشکان همرشی هستم. خوشحالیم که امروز با یکی دیگه از موضوعاتی که در ایمان مسیحی یکی از مسائل پایه‌ای و مهم و اساسی خدمت شما هستیم. موضوع این هفته ما هست ماهیت کلیسا و مأموریت اون، و امروز مهمان عزیزی داریم که به ما ملحق خواهند شد. قسمت گفتگوی برنامه حتما شما دوستان عزیز شنیدید سرودهایی رو که میخونن یونای عزیز، حتما شما دوستان عزیزم خدمت کردن در جای جای دنیا، این برادر عزیز خدمت میکنن خداوند رو. به ما ملحق بشید، مخصوصا در بخش گفتگو با ما همراه باشید که از زبان برادرمون یونا هم بشنوید، مخصوصا به خاطر اینکه مسئله ماهیت کلیسا بحثی است که از فرهنگ هم تاثیر میگیره. دوست داریم شما از نقطه‌های دنیا با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو درباره ماهیت کلیسا با ما در میون بذارید. از طریق فیسبوک، یاهو مسنجر و تلفن‌ها، هر سه اینها در طول برنامه میتونید با ما به صورت زنده در ارتباط باشید. اگر هم نمیتونید از لحاظ مالی ممکنه مشکل باشه برای شما که با ما تماس بگیرید، تنها کاری که لازم هست انجام بدید یک تک زنگ به ما بزنید و دوستان عزیز در اتاق مشاوره تماس خواهند گرفت با شما و شما رو متصل خواهند کرد به برنامه. خب صحبت ها رو کوتاه کنیم، بریم به بخش اول، بخش اخبار. جنیفر جان با شما خواهیم بود. با درود بر شما بینندگان برنامه پژواک، جنیفر هستم و خوشحالم که میتونم امروز هم در خدمت شما باشم. آقای رویانیان، مدیر عامل پرسپولیس، بالاخره بعد از ادعای بسیار که در باب قابلیت‌های خودشون در مدیریت داشتن، گفتن که من به دنیای فوتبال تعلق ندارم. ایشون استعفا دادن. ماجرای استعفای مدیر عامل باشگاه پرسپولیس از زبان خودش. ما مدیر باشگاه حرفه‌ای، فرهنگی، اخلاقی، ورزشی تمام عیار درست بکنیم. این نیاز به مساعدت دیگه. سرگردانی چیز خوبی نیست، نه دولتی هستیم نه خصوصی، نه این ور میتونیم ارتزاق کنیم نه از اون ور، مسائلی از این دست باعث شد که من استعفا بدم و الان مدتی از اون استعفا میگذره. از من سوال کردن که فدراسیون میای شرکت کنی؟ گفتم من تو پرسپولیسش موندم، استعفا دادم برای فوتبال، من به دنیای فوتبال تعلق ندارم. احساس کردم که نمیخوان پرسپولیس به اوج خودش برگرده. من 4-5 ماه مقاومت کردم، سختی ها رو تحمل کردم. اینو که ما از همون اولش گفتیم نگفتیم، ولی این آقا به گفته خودشون هم باور ندارن و باز هم به کار خود در حیطه ورزشی ادامه دادن. 25 بهمن روز ناآرامی برای تهران بود. به نظر میرسه که مخالفان دولت به صورت پراکنده در بخشهایی از شهر تجمع کرده بودند و نیروهای پلیس برای کنترل و مهار این تجمعات به صورت وسیعی در خیابانها حضور داشتند. رسانه هایی که مخالف دولت بودند چند روز پیش از 25 بهمن فراخوانی هایی را منتشر کرده بودند که در آن مخالفان را تشویق به آمدن در خیابان می کرد. ویدیوهایی از این تجمع گرفته شد که از شما دعوت می کنم تماشا کنید. Yeah.
گزارشاتی که از رسانه‌های مختلف پخش شد، یک ایرانی مسئول بمب‌گذاری در بانکوک شناخته شد. این شخص بعد از انفجار بمب یکی از پاهای خودش را از دست داد. این بمب زمانی منفجر شد که این شخص تلاش کرد آن را به سوی پلیس پرتاب کند، اما موفق به انجام این کار نشد و انفجار بمب او را مجروح کرد. اما خب همیشه یک تفسیر متفاوتی از همه خبرها در رسانه‌های ایرانی هست، این هم یکی از اوناست. دیروز که نخست وزیر رژیم صهیونیستی دقایقی بعد از انفجار سفارتخانه‌هاشون در هند و گرجستان انگشت اتهام رو به طرف ایران گرفت و گفت کار ایرانه، بعضی ها از احتمال شیطنتی جدید علیه ایران خبر دادن، احتمالی که با اخبار امروز انفجارهای تایلند قوت گرفت. عصر امروز اعلام شد 4 نفر بر اثر انفجارهایی در پایتخت تایلند زخمی شدند. بعد به نقل از سخنگوی دولت تایلند گفته شد که یکی از زخمی‌ها که احتمالاً از عاملین انفجار بوده احتمالاً ایرانیه. با این خبر رسانه‌های غربی شروع کردن به پوشش اخبار اون، تا اینکه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی خودش به میدان اومد و ایران رو مسئول انفجارهای تایلند معرفی. ماسیس موسسیان، یکی از مشایخ کلیسای جماعت ربانی نارمک تهران، در محل کارش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. خانواده ماسیس تا روز شنبه از او اطلاعی نداشتند، تا اینکه بعد از آن یک نفر به آنها زنگ زد و گفت که در زندان رجایی شهر کرج بازداشت است. همسر و پسر او روز یک شنبه 23 بهمن پس از 4 روز به کرج رفتن و تلاش کردن با او ملاقات کنند، اما اجازه ملاقات به اونها داده نشد. آنها دست خالی به خانه برگشتن. خب آتش سوزی میتونه بسیار خطرناک و وحشتناک باشه، مخصوصا اینکه این آتش سوزی در یک زندان برای زندانیایی که در سلولشان حبس شده اند اتفاق بیفته. این حادثه در زندانی هندوراس به وقوع پیوست و در این آتش سوزی بیشتر از 300 نفر جان خودشون رو از دست دادن. این آتش سوزی در ساعات پایانی روز سه‌شنبه اتفاق افتاد و بیشتر از 1 ساعت طول کشید. مقامات آتش نشانی هندوراس گزارش دادند که به دنبال آتش سوزی در یکی از زندان‌های واقع در مرکز هندوراس بیشتر از 300 نفر جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش آتش هم‌اکنون تحت کنترل قرار گرفته است، اما شمار دقیق تلفات این حادثه مشخص نیست. 35 نفر به یک بیمارستان محلی منتقل شدند و برخی نیز به زندانی در پایتخت این کشور انتقال یافتند. به گفته مقامات هندوراس 5 بند این زندان که نیمی از جمعیت این زندان را تشکیل می‌دادند متحمل آتش سوزی شدند. این زندان دارای 851 زندان است. سخنگوی آتش نشانی کومایا گوا در این خصوص گفت ما نتوانستیم آنها را بیرون بیاوریم چون کلید نداشتیم و نتوانستیم زندانبانانی که کلید داشتن را پیدا کنیم. خب این بود گزارش این هفته. با ما باشید با ادامه برنامه پژواک و مهمان ویژه این هفته یونا. خب دوستان عزیز برگشتیم با ادامه برنامه پژواک. همونطور که در برنامه پژواک دیدید خدمتتون گفتیم، جنیفر هم اعلام کرد، مهمان عزیزی داریم که با ملحق خواهند شد، یونا، در بخش گفتگوی هفته و موضوع صحبتمون در مورد ماهیت کلیسا و ماموریتمون خواهد. بسیار عالی. خب دوست داریم باز هم میگیم از شما عزیزان بشنویم، ولی بیشتر از این صحبت رو کوتاه کنیم چون مهمان هم داریم، میخوایم وقت رو بدیم به شما عزیزان و مهمان عزیزمون. بریم در ادامه برنامه بخش‌های بعدی رو ببینیم. با ما باشید، بخش پرسش و پاسخ خواهد بود. در ادامه برنامه داستان زندگی نینا. آیا عضو صفحه فیسبوک پژواک هستید؟ با عضویت در فهرست دوستان پژواک شما قادر خواهید بود گزیده بخشهایی از برنامه هر هفته را تماشا کرده و در گفتگو با کاربران در مورد موضوع هفته همراه باشید. برای جستجوی صفحه پژواک آیدی پژواک شو را تایپ نمایید. دوستان عزیز، میخوام از این فرصت استفاده کنم و وبسایت آموزشگاه مجازی کتاب مقدس رو خدمتتون معرفی کنم.
شما از طریق این وبسایت قادر خواهید بود به بیش از 700 درس الهیاتی به صورت صوتی و مقالات و کتاب‌های مسیحی دسترسی داشته باشید. این وبسایت در صدد تهیه و تدارک دوره آموزشی در پی ساختار برنامه‌های تحصیلی دانشکده‌های الهیاتی است. هدف ما ایجاد فرصتی برای دانش آموزان کلام خداست برای اینکه علم الهیات رو تحصیل بکنن بدون اینکه تعهدات مالی و محدودیت‌های دیگه‌ای داشته باشن. دعا و تلاش ما این هستش که معرفت الهی در عیسی مسیح و انجیل راستین اون رو بین ایرانیان و فارسی زبانان گسترش بدیم. از شما دعوت می‌کنم از وبسایت irankelisa.com دیدن فرمایید. خب با سلام مجدد دوستان عزیز، خوشحال هستیم که باز هم این فرصت هست، هنوز زنده هستیم، این فرصت هست که مهمان شما عزیزان باشیم. بسیار عالی. خب یک بار دیگه خدمت عزیزان اومدیم، این وقت رو خداوند به ما داد تا بتونیم صحبت کنیم. میخواید از بخش اول، بخش پرسش و پاسخ شروع بکنیم، ولی قبل شما عزیزان چیزی دارید از هفته خودتون؟ من یه چیز دارم، اگر احنا دوستان عزیز یه چیزی از اینجا میباره به خاطر بارانی هستش که یکی دو روز گذشته اومده و سقف ما هم سوراخه و اینه که اگر دیدید احنا دوستان عزیز سرشون وسط برنامه خیز شد عرق نکردیم مای اوتو کشیده یا دارم ارزم بخیدم. به این پرسش اول هفته رو نگاه کنیم. دوستان عزیز اگر مایل باشید که از کتاب اگر از کتاب مقدس پرسشی دارید و دوست داشتید میتونید برای ما ارسال کنید پرسش های خودتون از کلام زنده خدا و ما تلاش خواهیم کرد که در این برنامه پاسخ اونا رو بدیم. قول نمیدیم که تمام پرسش ها رو بتونیم پاسخ بدیم چون ما همه چیز رو بلد نیستیم، ولی اون چیزی رو که بتونیم و فرصت تحقیق داشته باشیم رو برای شما آماده خواهیم کرد و توی برنامه پژواک قسمت پرسش و پاسخ خدمتتون خواهیم داد. به این پرسش هفته رو نگاه کنیم. چرا خدا در آزمودن ایوب با شیطان همکاری نموده و او را اجازه داد تا دست خیش را بر ایوب بلند کند؟ خب این پرسش بسیار دشواری هستش که همیشه هم معمولا پرسیده میشه. میخواین شما دوستان عزیز شروع کنید؟ حتما. من یکی از دیدگاه‌هایی رو که صحبت میشه در دنیای دانشمندان مسیحی صحبت خواهم کرد از کتاب در واقع حکمت، در واقع تمام کتاب حکمت رو بررسی میکنه، دانیال استس هست، کتابی که از امثال، از ایوب، از مزامیر و از تمام کتابی که قصدشون آموختن حکمت هست صحبت میکنه و اونها رو به تفسیر میکشه. کتاب بسیار مفیدی است برای عزیزانی که میخوان به لحاظ تاریخی، به لحاظ بررسی اینکه چرا یک کتابی به شکلی نوشته شده و روی چه مسئله تاریخی نوشته شده، کتاب بسیار خوبی است، من پیشنهاد میکنم بهتون. در این کتاب یه مسئله رو مطرح میکنه و اون این هست که حکمت تا قبل از کتاب ایوب یا کتاب که در مورد حکمت صحبت میکنن، حکمتی که حاکم بود بر جامعه این بود که هر کسی اگر عادل هست، اگر عمل خوبی انجام میده نیکویی دریافت میکنه، برکت میگیره، و اگر عمل بدی انجام میده بدی بر اون میاد. پس هر عملی که من انجام میدم نتیجهش این خواهد بود که من چه نتیجه رو میگیرم. و ما اینو حتی در عهد جدید هم میبینیم که از مسیح میپرسن این شخص اگه مریضه آیا پدر و مادرش گناه کرد یا خودش. همیشه حکمت این رو بنا میکرد، کتاب حکمت، که اگر تو میخوای زندگی خوب و سالمی داشته باشی باید مطابق اراده خدا زندگی کنی، باید عادل باشی، باید و صفات مختلف نیکو رو میآورد. کتاب ایوب میاد یک دیدگاه متفاوتی رو ارائه میده که چند تا نکته مهم تو این دیدگاه هست که میخوام به اونا هم اگه وقت بشه بپردازیم. و اون این هست که نه فقط همیشه بلا و فشارها به خاطر عمل بد من یا تصمیم گیری اشتباه من میاد. کتاب ایوب میاد یک دید دیگه میده و میگه یک زمانهایی هست، با وجودی که اول کتاب معرفی میکنه که ایوب یک شخص خدا ترسی بود، یک شخصی بود که عادل بود، داشت در اراده خدا راه میرفت، ولی با این وجود مشکلات و فشارها وارد زندگی ایوب میشه. پس اون حکمت قدیمی که حتما من مسئول بلا یا خوشی که سرم میاد هستم کنار میره و این بار یک معنی جدیدی معرفی میشه. حالا من هم نکته که اساسی هست این رو توضیح بدم و شما از زن اگه دوست دارید در ادامه صحبت بکنید، این هست که اینجا خود نویسنده کتاب ایوب میاد میگه خداوند محدود نیست به این فرمولی که اگر اشکان نیکو کرد باید به او نیکویی بده و اگر بدی کرد بدی. خداوند
خودش رو محدود نمی‌کنه به عمل انسان در واقع، و خدا ورای این هست و خداست که تصمیم می‌گیره در اراده نیکوی خودش از اون فرمولی که شاید بیشتر اوقات حداقل در جامعه هست که من نیکویی بکنم نیکویی میگیرم، بدی بکنم بدی میگیرم، میتونه راه‌های دیگه‌ای رو هم انتخاب بکنه، ولی عدالت خدا در کنارش زیر سوال نمیره، چرا که انتهای ایوب از اولش بهتر میشه. پس نویسنده این کتاب میاد یک حکمت جدیدی رو معرفی میکنه که در اون دیگه خدا محدود نیست. درست. و سعی میکنه در این نشون بده که همیشه انسان نیست که تصمیم میگیره، یعنی در واقع اون اتفاقی رو که بله آینده‌ای که براش اتفاق میفته رو به طور مستقیم روش دست داره. درسته. در تایید حرفای شما اشکان جان، ما خیلی حتی در حال حاضر داریم صحبت میکنیم که ما نجاتمون از اعمالمون نیست، بلکه بر حسب فیض خداونده. شاید اونجا با شکلی داره خداوند این رو نشون میده. ما میبینیم وقتی ایوب در مشکلات میفته، همسر اون یا دوستان اون همه بهش میگن چه کار اشتباهی کردی، توبه کن، به خاک بیوف، یا این کارو انجام بده که انگار به قمر تغییر کنه. همونطور که شما گفتیم، همه فکر میکردن اون داره تنبیه کاری رو به قول معروف مجازات یک کار زشتی که در زندگیش انجام داده رو میکشه، ولی خداوند چیز دیگه ای رو میخواست نشون بده. حالا شاید وسیله شیطان بود، ولی هدف خداوند از انجام این کار یه چیز خیلی بزرگتر و متفاوتی بود. و دوستهای ایوب که میان و در واقع صحبتهایی رو میکنن با ایوب، هر کدوم از این دوستها نماینده نوعی از حکمت و باور اون زمان بودن. یکیشون میاد میگه نه تو اشتباه کردی، یکیشون میگه اصلا سکوت کن، با خدا صحبت نکن، تو حق نداری با خدا اینجور صحبت کنی. یکی میاد میگه نه اصلا من هیچ وقت ندیدم مرد عادلی بهش فشار بیاد، پس تقصیر خودت، همون حکمت اولیه که صحبتشو کردیم. پس هر کدوم از دوستای ایوب هم در واقع این کتابی که نوشته شده یک کتاب ادبی هست و داره یک چیزی رو تعریف میکنه، نه اینکه حتما همه وقایع به همین شکل. یعنی خیلی دیدگاه الهیاتی روی این کتاب این هست که اصلا این کتاب یک قضیه تاریخی رو شاید داره مطرح نمیکنه، بلکه داره یک درس الهیاتی رو در خودش جا داده، و اون این هست که این حکمت های مختلف وجود داره و خدا در این حکمت ها محدود نیست، بلکه میتونه از این راه نیست انجام بده اراده خودش. از اینکه خدا از شرارت استفاده میکنه برای اینکه کلیسای خودش رو برکت بده، به ما شخصیت ما رو درست بکنه، توی کتاب رومیان هم میگه این مصیبت ها شخصیت روحانی ما رو میسازه، کتاب رومیان باب 5. از اینکه همه چیزها میتونه برای خیریت ما به کار گرفته بشه، کتاب رومیان 8:28، و خدا از این اتفاقات حتی بعد هم بهره بگیره برای رشد کلیساش و تکامل شخصیت ما، در شک نیست. و این رو ما میدونیم که خدا در این قسمت حاکم هستش و نمیتونه چیزی علیه نقشه خدا عمل بکنه. ولی من میخوام یک قدمم عقب‌تر بریم. توی صحبت هم اشاره کردم، توی برنامه‌های گذشته هم بهش نگاهی داشتیم، و این مسئله این هستش که توی دنیا نمیتونه هیچ چیزی اتفاق بیفته مگر اینکه خدا اون رو اجازه بده. حتی اگر شرارت در دنیا وجود داره، خدا اون رو اجازه میده. و حالا یه مقدار عقب‌تر بریم، اجازه بدید از توی خود کتاب مقدس یک قسمت‌هایی رو هم بخونم. کتاب اشعیا باب 45 آیه 7 میگه که، از آیه 6 میخونم، میگه تا از مشرق آفتاب و مغرب آن بدانن که سوای من احدی نیست، من یهوه هستم و دیگر نی، پدید آورنده نور و آفریننده ظلمت، صانع سلامتی و آفریننده بدی. بدی اینجا به معنی شرارت نیست، بدی اینجا به معنی معنای مصیبت و علی انگلیسی بهش میگن calamity. من یهوه صانع همه چیزها هستم. اگر چیزی در دنیا اتفاق بیفته خارج از این که خدا علت اولیش باشه، حاکمیت مطلق خدا زیر سوال خواهد رفت. و ما دیگه اگر بگیم که شرارت بدون دخالت مستقیم خدا در دنیا داره اتفاق میفته، علت اولیه را که خدا هستش، از این معادله برداشتنی و برداشتن این علت اولیه ما رو با مسائل بسیار بزرگ الهیاتی روبرو میکنه که کتاب مقدس این رو تعلیم نمیده. حالا سوال اینجا پیش میاد، آیا خدایی که مقدر کننده تمام اینها هستش، هر آن چیزی که در دنیا اتفاق میفته، همونطور که کتاب اشعیا میگه پدید آورنده نور، آفریننده ظلمت و صانع سلامتی، آفریننده بدی هست، آیا به این معناست که خدا شر؟ آیا اگر خدا اجازه میده شرارت اتفاق بیفته، حتی مقدر میکنه، وقتی که میگیم اجازه میده به نوعی مقدر میکنه که چگونه اتفاق بیفته؟ چون اگه یادتون باشه شیطان پیش خدا آمد گفت میخوام ایوب رو لمس بکنم، خدا محدودیت هایی رو بر او قائل شد. شیطان میتونست یه کارهایی رو انجام بده، ولی اجازه انجام بعضی از کارها رو نداشت. پس خدا اجازه میده و محدودیت ها و اون حصارها رو هم میکشه و میگه که تو مطابق این محدودیت ها میتونی کار بکنی. بنابراین اجازه دادن خدا اینکه شرارت اتفاق بیفته و محدودیت اون رو تعیین بکنه، به نوعی تقدیر و مقدر کردن آن چیزی که در دنیا اتفاق میفته هستش. آیا خدا خودش
شر هست وقتی که این کارو میکنه. کتاب مقدس اینو به ما تعلیم نمیده. آیا اگر در زندگی ما گناه اتفاق میفته و ما مرتکب شرارت میشیم، آیا به این معنا هستش که یکی از سوالای دیگه که مطرح میشه، آیا به این معنا هستش که ما مسئولیت کارهای خودمون رو نداریم، مسئول گناهان خودمون نیستیم؟ کتاب مقدس این رو هم به ما تعلیم نمیده. میگه که با این که خدا آفریننده پیداورنده نور، آفریننده ظلمت هست، سانه سلامتی، آفریننده بدی هست، با تمام این وجود انسان مسئول تمام کارهای خودش است. یکی از نمونه‌های زیبایی که توی کتاب پیدایش ما مشاهده می‌کنیم داستان یوسفه. برادران یوسف چه بلایی سرش می‌آورند و چه تراژدی‌هایی رو تجربه می‌کنه یوسف، ولی وقتی که برمیگرده می‌بینیم که دست و این تصویر بزرگتر رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خدا داره از یوسف استفاده می‌کنه تا اون تاریخ فدیه بشر رو به کمال برسونه و با گذاردن یوسف در جایگاه دوم بعد از فرعون قوم یهود نجات پیدا می‌کنه و در نهایت مسیح از قوم یهود میاد. وقتی که برادران یوسف پیش یوسف میان و میترسن، اگه یادتون باشه توی کتاب پیدایش باب 50 میگه که و برادرانش نیز آمده به حضور وی افتادن، دارن میترسن از یوسف که الان یک جایگاه بسیار بزرگی هستش، ما هم این همه بدی کردیم تا الان میتونیم ما هر بلایی که سر لازم باشه سر ما بیاریم. بعد میگه یوسف و گفتن اینک غلامان تو هستیم. یوسف ایشان رو گفت ما ترسید زیرا که آیا من در جای خدا هستم؟ بعد آیه 20 خیلی آیه جالبی هست، میگه شما درباره من بد اندیشیدید، لیکن خدا از آن قصد نیکی کرد تا کاری کند که قوم کثیری را احیا نماید چنان که امروز شده است. دو تا عامل یک حادثه رو داره معرفی میکنه. یک بدی اتفاق افتاده، انسانی که این بدی رو اجرا کرده و خدایی که این بدی رو تقدیر کرده. اینو در نظر داشته باشین که خدا در شر نیست و در شر دخالت نداره، ولی تقدیر کرده، ولی انسان مجری این شر هستش، ولی با تمام این وجود خودش مسئول این کار بدی هستش که داره اتفاق افتاده داره انجام میده. توی کتاب ارزم به خدمت اعمال رسولان هم داریم وقتی پتروس داره موعظه میکنه، مصلوب شدن عیسی رو داره به یهودیان معرفی میکنه، میگه که مسیح رو مصلوب کردید، میگه این شخص چون بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد، شما به دست گناهکاران بر صلیب کشیده کشتید. خدا پیشدانی کرده، اراده کرده و اراده مستحکم که این حتما اتفاق خواهد افتاد، مسیح باید مصلوب بشه و خدا این ارکستریت کرده، این سناریو رو درست کرده که مصلوب بیاد و مصلوب بشه، ولی مجری یا اجرا کنندگان این کار این شرارت خود انسان هستن و انسان ها مسئول هستن. ببینید ما حالا با تمام این پرسش هایی که مطرح شد، اینها حقایقی هستن که کلام خود در موردش صحبت میکنه و ما به عنوان مسیحیان که عقل داریم و باید بیاندیشیم، اینها مسائلی هستش که باید بهش فکر بکنیم. در کنار تمام این پرسش هایی که مطرح میشه، یک حقیقت رو هم باید بیاد داشته باشیم که در ما اگر بخوایم پاسخ تمام این پرسش ها رو داشته باشیم و بفهمیم تمام عمل کرد خدا رو، بدونه که هیچ تاریکی در اون وجود داشته باشه، به این معناست که ما کون وجود خدا رو فهمیدیم و فهمیدن خدا به تمامی در تمامی ماهیت وجودش به این معناست که اون خدا اونقدر محدود بوده که من تونستم آن چیز رو که هست رو درک کنم به صورت کامل و هیچ به قول معروف هیچ ابهامی و تاریکی در این دانش من نسبت به خدا وجود نداره. اینها اسراری هستن که انسان محدود در رابطه با خدای نامحدود، خدای حاکم مطلق، خدایی که دانای مطلق، حاکم مطلق، نیکوی مطلق و در این حال شرارتی در دنیا اجازه میده وجود داشته باشه، ما در رابطه با اینها و اندیشیدن این مسائل با پرسش‌های روبرو میشیم که حقیقت امر اگه بخوایم شاید سعی بکنیم توضیحاتی رو بدیم، ولی در نهایت اون توضیح قانع کننده ای رو که من دیگه هیچ ابهامی برای من وجود نداره وجود نخواهد داشت. من برمیگردم آخرین صحبتی که خدا به ایوب میکنه از این کتابی که شما نقل قول کردید، با تمام اون پرسشایی که توی ذهن ایوب بود که بابا من مرد عادلم دیگه، نه دارم تو رو خدمت میکنم، دارم قربانی میکنم و سعی کردم از اون مسیری که برای من تعیین کردی لغزش نخورم، ولی این همه سختی و بدی و ظلمت توی زندگی من اتفاق میفته، سوال خدا رو زیر سوال میبره. پاسخی که خدا در نهایت میده نمیاد مسئله وجود شر رو برای او توضیح بده، بگه به این دلایل الهیاتی و فلسفی تو داری اینها رو تحمل میکنی، میگه که من خدا هستم، دارم دنیا رو مدیریت میکنم، تمام اون صحبتهایی رو که از آفرینش میکنه و میگه من دارم این کارها رو انجام میدم، داره یک صحبت رو لابلای این حرفاش میگه که من خدا هستم، قادر مطلق هستم، تو به من اعتماد کن. این تمام صحبتهامون شاید اگر بخوایم اون حکمت ایوب رو در بیابیم این هستش که به خدا در تمام شرایطی که
شاید نامطلوبه و شرارت وجود داره و تو نمیفهمی که چرا اینا توی زندگی اتفاق میفته، اعتماد کن و بدون که همه چیزها برای آنانی که خدا رو دوست دارن و مطابق اراده خدا خونده شدن برای خیریت ایشان درخواست. درسته ادوین جان، وقتی در مورد این سوال فقط من یه توضیح بدم، میدونم شاید بخوایم شما صحبت کنیم، سوال اینجوری مطرح شد که چرا خدا با شیطان همکاری کرد؟ این طور بیان کردن این انگار نشون میده دو تا حاکمیت برابره که حالا تصمیم گرفتن برای انجام یک کاری با هم دیگه همکاری بکنن، در صورتی که وقتی ما داستان ایوب رو داریم میخونیم این چیز کاملا مشخصه که حاکمیت خداوند کاملا واضحه و زیر دستی شیطان، یعنی اون کوچک بودن شیطان، محدود بودن قدرت شیطان نسبت به خداوند خیلی کامل واضح و مشخصه و ما بهتره این رو اینطور بیان کنیم که خود همونطور که ادمی و اشکان عزیز گفتن، نه اینکه خداوند با شیطان همکاری کرد بلکه اون رو وسیله قرار داد برای انجام نقشش برای ایوب و هر آنچه که هدفش بود برای انجام این کار. من خواهم تایید حرف ادمین و شما جنیفر جان از کتاب جامعه کد بخورم. کتاب جامعه میاد میگه آقا ما مشکل داریم، توی دنیا شر هست، مردم دارن میمیرن، عدالت نیست، اینه و میاد همه اینا رو به تصویر میکشه. توی باب 3 مخصوصا خیلی معروف است، ولی داشتم روی یه تحقیق میکردم، یک آیه کلیدی اینجا هست که کاملا با حرف شما عزیزان در شاید درک این مسئله همخونی داره. باب 3 آیه 11 رو میگم، میگه خدا هر چیز را در وقتش نیکو ساخته و نیز ابدیت را در دلهای ایشان نهاده، به طوری که انسان کاری را که خدا کرده است از ابتدا تا انتها دریافت نتواند کرد. داره میگه من انسان نمیتونم کاملیت و نقشه خدا رو از ابتدا تا انتها درک کنم. من میتونم خودم رو در این بعد زمان ببینم و بگم الان همه چیز بد به نظر میاد، الان عدالتی وجود نداره، ولی وقتی میام بیرون و نگاه میکنم به نقشه خدا از پیدایش تا به زمانی که من به حضور عیسی مسیح میرسم، خدا داره یه کار بزرگتری انجام میده. و ما راجع به نقشه خدا در واقع تصویر بزرگتر خیلی صحبت کردیم، ولی شما فقط به صورت خلاصه بخوام جلو بریم، خدا شخصیت ما رو در این پروسس، در این روند داره شکل میده. تو زمانی که ما به حضور خدا میریم، این بار نه مثل آدم و حوایی که فقط نیکویی رو میدونستن و اطاعت از خدا رو، بلکه چگونگی مقابله با شر و چگونگی تصمیم گیری درست و اعتماد کامل به خدا رو. حالا ما در نقشه کلی خدا از ابتدا تا انتها داریم یک چیز بزرگتری رو میبینیم و اون این هست که خدا میخواد ما رو به عنوان کسانی که بتونه بهش اعتماد کنه، بتونن بشناسن ذات خدا رو و همسو با ذات خدا عمل بکنن، داره ما رو شکل میده و همینطور با ایوب میکنه، همینطور با تک تک اشخاص میکنه، با ابراهیم میکنه که گناه میکنه ولی در عهد خدا اسمش عوض میشه و شخصیتش عوض میشه و ما نگاه میکنیم ببینیم خدا داره یک نقشه بزرگتری رو انجام میده. ولی ما به عنوان انسان ها در زمان حاضر مشکلات مالی، مشکلات روحی، مشکلات فکری به ما انقدر صدمه میزنه که میخوایم از این آزاد بشیم و راه حل برای من اینه که من تصویر بزرگتر رو نمیخوام، من راحتی الانم رو میخوام. و بعد سعی کنیم همونطور که قبلا هم گفتیم در دعاها و در کنکاشمون با کلام خدا ما عوض بشیم و مثل خدا فکر بکنیم، مثل خدا زندگی بکنیم. تمام هدف عیسی مسیح بود که بر روی زمین بیاد، ذات پدر و ذات خدا رو به ما آشکار کنه تا ما بتونیم مثل او زندگی بکنیم. پس دنبال حل و در کنارش علی چیزی هم که کتاب جامعه حداقل پیشنهاد میکنه هست که خوش باشید، لذت ببرید. چرا؟ چون خدا در کنترله، خداست که میدونه داره چیکار میکنه. حداقل از زمان حاضرت استفاده بکن، لذت ببر، کار بکن، از غذا، از نوشیدن لذت ببر، نه پرخوری و نه مستی، بلکه لذت ببر از اون چیزی که خدا به تو داده. یکی از مشکلاتی که معمولا مردم با مسئله وجود شر دارن این هستش که نمیتونن اینو بفهمن که خدا در کنترل هست و داره این همه بدبختی برای من اتفاق میفته، خدا در کنترل هست و داره مریضی رو تجربه میکنم، خدا در کنترل هستش و کارم رو از دست میدم، خانوادم رو از دست میدم و این مسائل رو دارم، مسائل بدی رو و تلخی رو تجربه میکنم که من فکر میکردم در مسیح باید اینها توی زندگی وجود نداشته باشه. و به خاطر همین که بخوان این معادله رو بفهمن، خدا در یک طرف معادله است و شرارت در یک طرف دیگه معادله است، سعی میکنن این معادله رو به هم بزنن یا این شرارت رو بگن، این شرارت به اون گونه‌ای که هست وجود نداره، معنی شرارت رو عوض کنن یا معنی خدا رو عوض کنن، معنی حاکمیت خدا رو عوض کنن، معنی نیکویی خدا رو عوض کنن، معنی دانا مطلق بودن خدا رو عوض کنن. هر بار ما سعی بکنیم این معادله رو، معنیش رو برخلاف آن چیزی که کتاب مقدس داره به ما معرف می‌کنه عوض بکنیم، ما به یک بدعت بسیار بزرگی روبرو میشیم که
تاریخ کلیسا همیشه ازش رنج برده، امروز هم بعضی از اینها بدعت‌ها الان سر به فلک کشیده داره، توی جامعه مسیح میچرخه در اون بخشی که داره معنی خدا رو عوض میکنه. خیلی ها میگن که اگر شرارت در دنیا وجود داره بنابراین خدا حاکم مطلق نیست. حالا بیایم حاکمیت مطلق خدا رو یه مقدار اینجا عوض بکنیم. معنای حاکمیت مطلق اونی نیست که خدا همه چیز رو تقدیر کرده، بلکه خدا اینجور و اونجوره. بیایم نه، خدا ممکنه اصلا نمیدونه، آینده اصلا در دستهای خدا نیست، چون آینده هنوز نوشته نشده. انسان اراده آزاد داره، بنابراین انسان باید آینده رو بنویسه. بنابراین دانای مطلق خدا بودن رو محدود بکنیم و بگیم که خدا از آینده خبر نداره، بنابراین مطابق بهترین گزینه‌هایی که در دستش هست داره دنیا رو اداره میکنه. یا اصلا بعضیا میگن که خدا نیکو نیست. این نیکویی رو که اینجوری تعریف میکنید به یک نوع دیگه ای بعد تعریف کرد. یعنی هر وقت ما سعی بکنیم با این فکر انسانی خودمون این معادله رو بفهمیم، باعث میشیم که به افراط و تفریط بریم و اون حقیقتی که کلام داره این دو تا حقیقت رو معرفی میکنه. انسان مسئول شرارت میکنه، شرارت در دنیا هست و خدا آفریننده مقدر کننده هر آنچه که در دنیا اتفاق میفته، بدون اینکه خودش در شرارت دخالت داشته باشه، بدون اینکه خودش هیچ به قول معروف چیز شریری رو بهش بتونیم نسبت بدیم. خدا در حاکمیت مطلق خدا، در نیکویی مطلق خدا، در دانای مطلق بودن خودش داره دنیا رو اداره میکنه. تنها کاری که ما به عنوان مسیحیان میتونیم بکنیم این هستش که اعتماد بکنیم و در آینده امید داشته باشیم که خدا بعضی از این حقایقی رو که ما داریم روبرو میشیم و این تجربه های تلخی که داریم برای ما آشکار بکنه و ببینیم که اگر این شرایط بعد رو ما تحمل نمی‌کردیم، باهاش روبرو نمی‌شدیم، بسیاری از چیزهای نیکویی که امروز داریم یا در آینده ممکنه درش وارد بشیم رو تجربه نمی‌کردیم. درسته. سوال است مثلا به خانواده از زیادم نمی‌خوام بس سوال کنم، ولی شما به خانواده نگاه کنید. یک پدر نمی‌خواد فقط بچه‌اش همیشه خوشحال و خرم باشه، بلکه می‌خواد شخصیتش شکل بگیره، بتونه خودش رو مواظبت بکنه، برای خودش یک زندگی درست کنه، از دیگران مواظبت کنه. و هدف این نیست که همیشه اون چیزی وقتی بچه گریه کنه این چیزی رو بخواد پدرش نده، بلکه داره شخصیتمون رو شکل میده. و ما باید انقدر از الهیات انسان محورانه بیایم بیرون که من باید همه چیزم عالی باشه، من باید خوش باشم، من باید سرها باشم، سالم باشم. هدف فقط این نیست که من شاد باشم. بله، یکی از نیکویی های خدا و برکات خدا برای من شادیه، همونطور گفتیم کتاب جامعه هم معرفی میکنه، ولی هدف ساخت ذات من هست، ساخت شخصیت من هست. چرا؟ چون در نهایت من در حضور خدا خواهم رفت. البته در اون هم لذت هست، شاید در اون شرایط نمیفهمی. البته من این شهادت کوچولو در مورد خودم بگم که در مورد خوش بودن میگفتین، در این یکی دو ماه اخیر اینقدر من درگیر سلامتی بودم، انقدر مشکلات زیادی برای سلامتی پیش اومد که با یکی از دوستام صحبت میکردم و به من گفت که در مورد موضوعی صحبت کنیم. گفتم راستش اصلا دلم نمیخواد در مورد این قضیه صحبت کنم، چون دلم میخواد لذت ببرم و خوش باشم از آنچه داره روزانه در زندگی من میگذره، و چون میدونم که خداوند تحت به قول معروف کنترل داره هر آنچه رو که داره در زندگی ما میگذره، و تنها چیزی که در هر شرایطی میتونه ما رو آروم بکنه اینه. و خدا رو شکر که حالا من نمیدونم، ولی ایوب ها دیگه تکرار نشده به اون شکلی که ما داریم در کتاب مقدس میخونیم، ولی به هر حال خداوند میدونه که داره چی کار میکنه. خب بریم سراغ کتاب هفته. خب اگر چیزی نیست که اوکی. اگر از اون بتونم برای بینندگان از اون بذارن، کتاب این هفته رو که میخوایم معرفی بکنیم اسمش هست مکتب اطاعت. مکتب اطاعت نویسندش اندرو موری هست. این کتاب در واقع تاکید و اشاره مستقیمش به نوع اطاعت ما در خداوند هست و صحبت از این میکنه که اطاعت من به خدا یک اطاعت مطلق هست و یک اطاعتی هست که تمام زندگی من رو در بر میگیره. کتاب توضیح میده چگونه فرد مسیحی میتونه در زندگی خودش از خدا اطاعت کنه و تنها برای کسایی مفیده که در ایمان مسیحی خود جدی هستن. برای چی؟ برای اینکه اطاعت از خدا بها داره، اطاعت از خدا قربانی کردن خیلی چیزها و خیلی مسائلی رو داره که شاید ما نخواهیم اونها رو کنار بگذاریم. بنابراین اگر میخوایم واقعا در اطاعت و در زندگی ایماندارانه باشیم نسبت به خداوندمون عیسی مسیح، باید اطاعت کامل داشته باشیم و تسلیم کنیم خودمون رو به صورت کامل. پس از اینکه میخوان این کتاب رو تهیه بکنن، کتابی هست که به زبان فارسی در اختیار عزیزان هست، میتونید تهیه بکنید و امیدوارم که هم شما هم ما رو بیشتر شکل بده تا در اطاعت مطلق مسیح باشیم، نه در ذات انسانی و نفس خودمون. یه توضیح کوتاه در مورد معرفی کتاب هایی که در طی برنامه انجام میدیم بدیم. یکی از دوستان انتقاد کرده بودن که اولا 1000 تا کتاب معرفی میکنیم و دوما کتاب ها رو باز نمی کنی، زیاد توضیح نمیدی، و سوما خیلی از کتاب به زبان انگلیسیه.
بذارید از آخرش یه پاسخ بدیم. خب خیلی از کتابا به فارسی ترجمه نشده. ما خیلی از مراجع کتب مسیحی رو داریم که به زبان انگلیسی هستش، که دعامون این هستش که دوستان عزیز این رو به فارسی هم ترجمه کنن، که البته طول خواهد کشید، هزینه داره، وقت میخواد، انرژی میخواد، و دوستان عزیز دارن زحمت میکشن. و در طی چند سال گذشته کتاب بسیار زیبایی به فارسی ترجمه شده. بنابراین به خاطر محدودیت هایی که در کتاب های فارسی هست، گاهی اوقات مجبور هستیم کتاب های به زبان های دیگر رو که به زبان انگلیسی هست رو هم معرفی کنیم. دوم این که چرا ما این همه کتاب معرفی میکنیم، یکی از دلایلش این هستش که ما متعهد هستیم توی برنامه پژواک. بارها هم جلوی دوربین گفتیم، هم پشت دوربین گفتیم، میدونم این دید شما دوستان عزیزم از که خداوند و فیض و بخش آن چیزی که توی برنامه میگیم از نظر شخصی من نباشه، حکمت شخصی من نباشه، اجازه بده که از دیگران یاد بگیرم، تو از طریق دیگران با من صحبت کن. و یکی از راه‌هایی که خدا به ما تعلیم میده این هستش که به پای صحبت‌های بزرگان بنشینیم، کسانی که در این قسمت تحقیقات کردن، وقت گذاشتن، مطالعه کتاب مقدس داشتن. بنابراین ما مجبور هستیم به خاطر اینکه نشون بدیم که این صحبت‌هایی رو که می‌کنیم به خاطر اینکه باعث لغزش دوستان عزیز نشیم، اینا صحبت‌هایی نیستش که نظر شخصی اشکان و ادوین و جنیفر باشه، بلکه اینها برگرفته از صحبت‌های الهیات‌دان‌ها هستن. و گاهی اوقات مجبور هستیم به خاطر اینکه صحبت‌هامون متنوع هست از مراجع مختلفی نقل قول بکنیم، و بنابراین نتیجهش این خواهد بود که کتاب‌های متفاوت رو معرفی کنیم. و چرا ما این کتاب‌ها رو مثلا امروز اشکان یک کتاب رو معرفی کرد ما زیاد در موردش توضیح نمیدیم؟ به خاطر اینکه ممکنه ما یک بخشی از اون مطلب رو ازش استخراج کردیم، و اگر قرار بود ما این کتاب رو توضیح بدیم بعد تمام موضوع برنامه‌مون رو عوض بکنیم و بکنیم اون چیزی رو که این کتاب داره معرفی میکنه. من فقط در توضیح بیشتر اون صحبتی که شما الان کردید بگم، مثلا همین کتابی رو که من امروز معرفی کردم از دانیل استس، این کتاب از کتب حکمت صحبت میکنه، تک تک کتب حکمت رو میاره، آیه به آیه تفسیر میکنه، هدف اونها رو میگه، در واقع ثیم یا اون جوری که داستان نوشته شده اون رو توضیح میده. ولی سوال امروز برنامه ما این بود که چرا به طور خاص خدا اجازه داد شیطان بیاد و در تصمیم گیری خدا از زندگی ایوب شریک باشه؟ برای لازم است که ما تمام این کتاب رو تفسیر کنیم، آیه به آیه توضیح بدیم، بلکه باید بریم تو اون بخش. و فقط این یک کتاب نیست، من این کتاب رو که میخونم سه تا کتاب دیگه در همین مبنا به همین شکل توضیح دادم. ولی به قول دوست عزیزم تو نمیخواستیم 10 تا کتاب رو اینجا ردیف کنیم بگیم همش اینو میگن، این رو به عنوان نمونه آوردیم. و معمولا هم یک کتاب نمیاد مثلا داستان شیطان خدا رو به تمام تفسیر توضیح بده. کتاب هایی بوده در باب کلوینیزم، آرمینیزم، تثلیث، اینا رو آوردیم به تفسیر صحبت کردیم راجبشون. ولی خب بعضی کتاب ها اونطوری نیست طبیعتشون که ما بخوایم تمام کتاب توضیح بدیم، لزومی نداره. پس امیدواریم که ما رو ببخشید اگر یه وقتایی توضیح نمیدیم که این کتاب فقط این بخشش راجع به این مسئله است. ولی باز برید بخونید. من فکر میکنم من خودم که هر وقت میخونم حتی وقتی راجع به موضوع برنامه نیست برکت میگیرم. پس تشویق میکنیم به هر حال این کتاب ها رو در دسترس داشته باشید. کتاب های بیشتری هم داریم معرفی میکنیم امروز. درسته. خب دوستان عزیز وقتمون رسیده که با هم بریم شهادت زندگی این هفته رو ببینیم. برمیگردیم با شما خواهیم بود. من نینا هستم، در تهران به دنیا اومدم، در یک خانواده 6 نفری که از اقلیت‌های دینی بودیم. خواهرهای نینا در پی زندگی و آینده بهتر در سنین جوانی تصمیم گرفتن به هند مهاجرت کنند. در اونجا خواهرای من مسیح رو پیدا کردن، به عیسی مسیح ایمان آوردن و مسیح رو برای خانواده ما سوغاتی آوردن. بعد از چند سال که برگشتن ایران، درسشون تموم شد، اومدن و به مامان من بشارت دادن. اون موقع من تازه به دنیا اومده بودم، شاید 2 سالم بود که هیچی یادم نیست. بعد اومدم و به مامانم گفتن که ما مسیح رو در قلبمون پذیرفتیم، ما ایماندار شدیم. و مامانم بسیار مقاومت کرد و اصلا نمیدونست اینا راجبه چی حرف میزنن. و خواهرام شروع کردن راجبه کتاب مقدس باش صحبت کردن. مامانم شروع کرد به خوندن کتاب مقدس و تنها دلیلی هم که داشت که این کتاب رو بخونه دلیلش این بود که ببینه که آیا خواهران واقعا طبق این کتاب عمل میکنن یا نه. یادم میاد بچه که بودم مامان بابام خیلی با هم جر و بحث میکردن. خواهرم شروع کرد به کلیسا رفتن و به جلسات کلیسایی میرفت. مامانم خیلی کنجکاو شده بود که ببینه این کجا میره، و همچنین در اون زمانی بود که کتاب مقدس رو میخون و خیلی از خواهرم انتقاد میکرد. در همین جلسات مامانم قلبش رو به مسیح داد و ایمان آورد
و بعد از اون بود که خونه ما خیلی آروم شد و آرامش و صلح به خونه ما اومد. پس از مدتی نینا به هند مهاجرت کرد و طولی نکشید که مجدداً به کشور خود ایران بازگشت. از هند که برگشتیم دیگه اونقدر کلیسا نمی‌رفتم و اونجوری رابطه‌ای با خدا نداشتم. وقتی هم که کلیسا می‌رفتم با مامانم همش میگفتم این داستانا که تکراریه. من تمام این داستانا رو توی کانون شدی 100 بار شنیدم. برام همش تکراری بود. هیچ چیز تازه‌ای در جلسات کلیسایی برای من باز نمی‌شد. و اونطور بود که زیاد دنبال خدا نرفتم و سعی کردم خدا رو در درجه دوم زندگیم قرار بدم. همش این سوال در ذهن من میومد که خدایا برای چی من آفریدی؟ واسه چی من در این دنیا هستم؟ چه هدفی هستش؟ اومدم که این مشکلات و سختی رو تحمل کنم، 2 سال از زندگیمو برم بیرون از کشور، برگردم و 1 سال از مدرسه عقب بیفتم. واسه چی اینا؟ آخه برای چی؟ و همش این سوال در ذهن من بود و هیچ جوابی برای این سوال وجود نداشت. هر جا میگشتم میدیدم همه مردم شاید همونو دارن ولی هیچ کس جوابی قانع کننده به من نمیده. سردرگمی نینا ادامه پیدا کرد تا اینکه در دوران دانشگاهی وی در شهر یزد اتفاق جالبی افتاد. مامانم هم همیشه در سفر بود، میومد منو ببینه و برمیگشت. یه بار که اومده بود یزد، در اونجا یه خانومی رو ملاقات کرد که این خانوم از خدایان غیر حرف میزد و میگفتش که یک خانومی هست در هند که مردم بهش دعا میکنن و یک چاکرا از این چیزا حرف میزد و میگفتش که وقتی تو دعا میکنی به این زن، به این خانوم هندی، یه باد سردی از بالای سر در میاد. نینا با پافشاری مادرش به نزد آن زن رفت تا بلکه توسط آن زن از سردرگمی خیش رها شود. و اون روز من و مامانم برد پیش این خانم و یادم میاد که من به این خانم هندی که عکسش اونجا داشت دعا کردم و همون طوری که اون خانمه میگفت یه باد سردی از سر من بیرون اومد و که میگفتش که اتفاقی قرار بیفته. و اون شب ما رفتیم خونه. من به عنوان یک ایماندار و در صورتی که اونقدر به مسیح ایمان نداشتم، ولی اون روز احساس خیانت میکردم. احساس میکردم که خدای خودم رو ترک کردم و به یک انسان متوکل شدم. و اون شب خدا منو خیلی ملزم کرد و شروع کردم به گریه کردن و به مامانم گفتم چرا؟ مگه نمیدونی ما ایماندار هستیم؟ چرا تو گذاشتی این عملو انجام بدم و چرا تو جلوی منو نگرفتی و چرا منو تشویق کردی که این کارو بکنم؟ پس از آن نینا همراه با برادرش به آمریکا مهاجرت کرد با امید آنکه تمام مشکلاتش در آمریکا حل شود. فکر میکردم که الان وارد یک سرزمین جدید شدم، سرزمینی که همه آرزوشو دارن، اشتیاق دارن به این سرزمین بیان و شاید نمیدونم از راه‌های بسیار عجیب غریبی به خودشونو به اینجا میرسونن. و فکر میکردم که الان میام اینجا یک زندگی بسیار عالی، مرفه و زندگی بدون درد و سر خواهم داشت، که وقتی که اومدم دیدم نه، هیچ خبری نیست و همون مشکلاتی که تو ایران بود، شاید بدتر. و این بود که یه روز خواهرم که اسپانسر ما شده بود ما رو به یه کلیسایی برد. در اونجا من دوباره قلبم رو تقدیم کردم و دوباره به مسیح ایمان آوردم و واقعا این دفعه خداوند منو لمس کرد و از روح القدس پر شدم و فهمیدم که این منم که بعد عوض بشم، نه زمین، نه سرزمین، نه شرایط، در فقط درون منه که بعد عوض بشم و این خداست که درون منو عوض کرد و چشمان منو باز کرد که ببینم که زندگی چقدر زیباتر.
الان به عنوان یک ایماندار رابطه زنده با مسیح دارم و هر روز صبح با اون در دعا هستم و اراده اونو برای زندگی خودم میخوام. و جالب اینجا بود که این حقیقت هم برام باز شد که وقتی که ما به مسیح ایمان میاریم، از اون مرگ ابدی نجات پیدا میکنیم و مسیح با اون خونی که با اون بهایی که روی صلیب برای ما داد ما رو نجات میده و به ما حیاتی ابدی ارزانی میکنه که اون حیات هست که نیاز ماست. و من در هر روزه از مسیح تشکر میکنم به خاطر تمام برکات و تمام اراده اش که نیکوست و هر روزه از اون متشکرم. ایمان دارم که هرچی در دعا از اون بخوام، اگر در اراده نیکوی اون باشه، بهم خواهد داد و مطمئن هستم که خدای من خدای زنده هستش و همیشه برای من حاضر. خیلی وقتا خیلی از ماها به خاطر فشارهای زندگی، مشکلاتمون یا اتفاقاتی که در زندگیمون میفته و چاره‌ای بر اونها نداریم، دست به خیلی چیزها میزنیم. دست به خیلی چیزهایی میزنیم که فقط خودمون از اون غرق شدن نجات بدیم. و خیلی وقتا اینقدر اطراف خودمون رو شلوغ میکنیم که دست دراز شده خداوند رو برای نجات خودمون نمیبینیم. ولی آغوش خداوند، دست خداوند همیشه برای ما بازه، برای اینکه ما رو نجات بده. قبل از هر چیز از گناهانمون نجات بده و بعد از مشکلات دیگه. دوست عزیزی که امروز داری دست و پنجه نرم می‌کنی با اون چیزی که در زندگیت می‌گذره و شاید چاره‌ای براش نمی‌بینی، امروز به حضور خداوند بیا. امروز بیا زانو بزن و فروتن شو. امروز تو که همه چیز رو امتحان کردی، امروز خداوند عیسی مسیح رو به زندگی دعوت کن و او رو امتحان کن. اون میخواد که تو رو نجات بده. اون نه امروز، بلکه 2000 سال پیش بر روی صلیب چاره مشکل تو رو داد. دوست عزیز، اگر واقعا تصمیم خود رو گرفتی، اگر میدونی که منشأ مشکلات تو کجاست و میخوای از اونها آزاد بشی، امروز عیسی مسیح منتظر توه. پس با یک دعای ساده، با کلماتی خیلی ساده، اونو به زندگی خودت دعوت بکن. اون کلمات میتونه به این شکل باشه که ای خداوند، ای عیسی مسیح، امروز به حضور مقدس تو اومدم. امروز در شرایطی به حضور تو اومدم که ای خداوند، که ناچار از آنچه در زندگی میگذره، ناچار از آنچه در فکر و قلب من میگذره، ناچار از گناهانی که زیر فشار اونها دارم له میشم و میدونم تنها دست زورآور تو میتونه این بار سنگین رو از دوش من برداره و تنها تو قدرت داری عیسی مسیح که به من بگی فرزند، گناهان تو بخشیده شد و میخوام این امروز این بخشش رو از تو بگیرم و آزاد بشم. امروز میخوام اون منشأ نجات در وجود من، یعنی روح القدس توی خداوند، جاری شه تا بتونم مقام فرزند خواندگی رو از تو بگیرم. پس از این پس ایمان دارم که عیسی مسیح تو خداوند هستی و تو جانت رو بر روی صلیب به خاطر من دادی و پس از 3 روز از مردگان قیام کردی و امروز تو برای من ایستادی. در نام عیسی مسیح با این ایمان که شنیدی و جواب دادی میطلبم، آمین. دوست عزیز، بهتون تبریک میگم اگر از امروز از صمیم قلب تصمیم گرفتین او رو پیروی بکنیم. این میتونه صحیح ترین تصمیمی باشه که در زندگیتون گرفتین. اگر نیاز به کلام خدا دارین، اگر نیاز به مشاوره دارین، امروز ما اینجا هستیم منتظر تماس های شما. با ما تماس بگیرین و منتظر شنیدن صدای شما و شهادت هایی که میتونه باعث برکت ما باشه هستیم. با ما باشید. دوستان عزیز، اگر در برنامه پژواک دقت کرده باشید، میدونید که در مورد گناه صحبت میکنیم و سعی داریم این حقیقت رو بگیم که همه ما گناه کردیم و جلال خدا قاصر هستیم. از اون استانداردهای مقدس و پاکی که خدا برای ما تعیین کرده ما کوتاه آمدیم. اما تمام صحبت ما این نیست، تمام صحبت کتاب مقدس این نیست، بلکه در مورد انجیل، کلام زنده خدا صحبت میکنیم، یعنی خبر خوش. و خبر خوش این هستش که عیسی مسیح جان خودش رو برای ما داد که اگر به اون ایمان بیاریم،
و باور داشته باشیم به کاری که بر روی صلیب برای ما انجام داده، گناهان ما بخشیده خواهد شد و عدالت و پارسایی عیسی مسیح به حساب ما ریخته خواهد شد. آیا می‌خواهید بیشتر در مورد این حقیقت زیبا بدونید؟ با ما تماس بگیرید و مشاورین ما آماده هستند تا شما را خدمت کنند. یونا، آلبوم بخشش. آلبومی جدید از یونا، جتسی مایی. هنوز دارم مشتریشون خب به قول اشکان رسیدیم به بخش هیجان انگیز برنامه. همطور که میبینید ما مهمان عزیزی داریم. چی شد این شما و این یونا؟ بابا سب کن، اولش اینجوری اوپن میکنم مهمان داریم. از اول برنامه هی ما دل بینندگان رو آب کردیم که ما مهمانی داریم، مهمانی داریم، اون مهمان یونا. مرسی، این ورود و این معرفی شما واقعا از خوش آمد یونا عزیز. خیلی ممنون، مرسی از دعوت شما. منم سلام میکنم به بینندگان شما، امیدوارم که روز خوبی رو داشتید و الان نشستید با یه چای گرم برنامه ما رو تماشا میکنید. یه کمی سرده، کمی هم گفتید بارون داره میچی. چایتون گرم هست یا نه؟ آره چای گرمه، دستم تا آخر برنامه برف بیاد و کولاکش. امروز یه مقدار هم همینجا سرده هم سخت داره میریزه. ببخشید بگید اینا چیز افکت اینا رو دید کردیم که خود جدید باشه برنامه. خب یونای عزیز خیلی خوشحالیم، ما مدت ها منتظر بودیم که این فرصت رو داشته باشیم. از ما از دور همدیگر رو میشناخت، من از نزدیک شاید شما رو دیده بودم توی ایران. بله همدیگر دیدیم. آره ولی خاطرم نمیاد، من چهره ها زود از یادم میاد. آلزایمر بدم من 5 دقیقه گذشته رو بپرسی نمیدونم اینو پیری بالاخره. آره تو صحبت برنامه چی صحبت کردیم؟ پیری نیست، حرفو نزن. عرضم به خدمت که فرصت شد بالاخره از نزدیک ببینمت. بله با افتخار. خیلی خوشحال هستم، مرد خدا هستی، داری خداوند خدمت میکنی، خیلی ازت لذت میبرم. خیلی ممنون. یونا هر وقت ژیلبرت میاد اینجا این جمله معروف ادوینه، من و ژیلبرت از بچگی با هم دوران مدرسه، خاطرات خیلی تلخی با ژیلبرت داشتم به خاطر همین از یادم نمیره. ولی من خاطرات بسیار شیرینی از یونا از دوران بچگی داشتیم در کلیسا و واقعا خیلی خوشحال هستم که امروز در سن جوانی ما تمومیم. بله در سن جوانی در کنارشون به خاطر دلیل مشترک عیسی مسیح هستیم. امیدوارم در پیری هم بتونیم. حالا بذارید برای من و عزیزانی که زیاد با شما و خدمتتون و واقع زندگیتون آشنایی ندارن یه خلاصه بگید که خدمتتون الان در مسیح چیه و از تازه یه شناخت کمی از دقیق شما داشته باشن. من سالهاست که در قسمت پرستش در واقع خدا رو خدمت میکنم و فکر میکنم که دعوت من از خدا تو این قسمت و خداوند واقعا در این قسمت درهای خوبی رو باز کرده و تونستم بالاخره با اون چیزی که داشتم و با فیض خدا، با محبت خدا، با محبتی که او به من کرده یه کارهایی رو در این قسمت انجام بدم. اما اون چیزی که در قلبمه و این روزها بیشتر بهش توجه میکنم و به عنوان یک محقق دارم تحقیق میکنم در زمینه کلیسا و رشد کلیسا، خدمت کلیسا، در این قسمت بیشتر دارم تحقیق میکنم و کمک میکنم به کلیساهای مختلف. امیدوارم که واقعا خدا تو این قسمت فیض بده که بتونم مفید باشم. قبل از اینکه تو بخش من خیلی هیجان زده هستم که اون بخش کلیسا رو زودتر بهش بپردازیم، در مورد صحبت هم تحقیقات رو کردیم هم تجربه هایی رو که با خادمین مختلف و بسیار مشهور داشتی رو در مورد صحبت بکنیم، اول اینها رو که خیلی نمیدونم هیجان انگیز هستم البته اونها هر اما
یه نگاهی بکنیم، آلبومی که آلبوم بخشش مال سال 2005 درسته و من اینو خیلی بارها شنیدم، بارها هم از شبکه محبت هم پخش شده، خیلی خودم لذت شما شنیدید اینو آقای اشکان؟ ببخشید دوستم کمک میکنم که این باران میخوره کمتر دیده بشه. من بعضی از آهنگای شما رو شنیدم، اصلا نفهمیدم سوالتون چی بود، ولی سیدیاتون رو بهتون شخصی ندارم، مثلا همین فکر کردم سیدیاتون رو آوردید که به ما هدیه بدید امروز بعد از برنامه. هستی چند تا هستی بیرمان از دلاتون نسوزده برای شما. آلبوم دیگه ای که الان توی دستم هست به اسم جت سیمونی، این مال چه سالی هست؟ این در واقع میدونید که آلبوم‌های مسیحی در به زبان فارسی معمولاً یه چند سالی طول میکشه که بیرون بیاد، یعنی اینقدر پروسس 10 ساله. بله، ولی این استارتش در واقع سال انتهای سال 2008 خود و 2011 عملاً بیرون اومد. چند تا ترک داره؟ این 8 تا ترک هست. البته تو این آلبوم این 8 تا به صورت بدون وکال، یعنی بدون خواننده قرار گرفته که عزیزان اگه بخوام بخونن همراه باش راحت میتونن با کاراوکی استفاده کنن. پیش از برنامه گفته که این توی ایران الان هست، عزیزانی که مایل باشن فکر کنم توی ایران خیلی بهتر پیدا کنن. آیا توی آمریکا و اروپا این سی دی ها پخش شده؟ به زودی پرینت میشه، به زودی آماده میشه برای پخش و در اختیار کلیسا قرار میگیره. از چه طریق؟ بجز از طریق کلیسا یه طریق دیگه هم هست که دوستان عزیز داریم کار میکنیم برای یه وبسایتی که بتونن از طریق وبسایت خریداری بکنن، تو آیتونز قرار بدیم که اونجا بتونن مستقیم خریداری بکنن، ولی فعلا اگه مثلا در ماه آینده بخوان تهیه بکنن باید با در واقع ایمیل آدرس من تماس بگیرن و از اون طریق من براشون ارسال میکنم. ایمیل آدرستون رو میتونید بگید یا میخوای از طریق برنامه بگید؟ ایمیل آدرس من هست victory.m7@gmail.com، میتونن اونجا یه بار دیگه بگید خیلی victory.m7 یعنی نقطه m7@gmail.com، اونجا میتونن تهیه بکنم. این نشانه مکدونالد اون اول حالا بقیه عزیزان حتما داشته باشن. ما در فیسبوک برنامه پژواک خواهیم گذاشت اگر اجازه بدید، خواهش میکنم که میخوان دنبال بکنن اینجوری هم با کمال بیشتر تو فیسبوک پژواک میان به خاطر سیدیار شما هم شما حتما عزیزان باتون در تماس خواهم بود. خب یه تلفن بگیریم، علی عزیز روی خط هست، علی رو بگیریم بعد با هم ادامه خواهیم داد. علی جان شما روی خطی بفرمایید. الو سلام عرض کردم. سلام بر شما خادمین محترم. سلام علی جان. که انجیل مقدس را، کلام حقیقت و راستی را به سراسر زمین میرسند. مبارک باشه بر شما. مبارک باشد بر شما. مبارک باشد بر شما خادمین محترم. خدایا شکرت میکنم که منو نجات دادی. خداوندا شکر میکنم که منو نجات دادی از هلاکت، برماندگی، از ناامیدی. به من امید دادی به مدت 3 روز و 3 شب. خداوند داد از رحمت تو چشاندی بر من. صدای تو رو نشنیدم ولی عظمت تو رو دیدم، کشیدم و از تو خواستم خداوند داد صدای تو رو بشنوم و صدای تو رو در بیداری شنیدم که فرمودی آنانی که برای رسیدن به من وقتشان را صرف می کنند تغییر عقیده دادن نیست. چون عجیب در خدا تفکر و تعقل می کردم. خداوند داست صدای تو را هم شنیدم. خداوند را می خوام بدانم در کجا هستم. بعد از این چند ماهی که به تو ایمان آوردم صلیب عیسی مسیح را بر من نمایان کردی در بیداری و به من چشاندی و فهماندی اون عظمت تو. خداوندا در کجا هستم؟ ریسمانی از آسمان آویزان بود، ریسمان خدا را داشتم. زمین زیر پای من بسیار کوچک بود، دریاها و اقیانوسها را بسیار کوچک می دیدم، شهرها را بسیار کوچک می دیدم. خداوندا شکرت می کنم از طریق بنده تو، آن کسی که ایمان آورد به نام عیسی مسیح پسر زنده، که بر رویای آن خداوند را چشاندی و فهماندی، از من هم سخن گفتی. خداوند را من تشکر میکنم، همینجا اعلام میکنم از سرزمین ایران، از قلب ایران، برای حاکمین ایران، آنانی که حکومت میکنن و نام خدا را به زبان میبرن اما خدا را نمیشناسن، باید از روح خدا متولد بشی. به نام عیسی مسیح پسر زنده خدا جز این هیچ راهی نیست. درست.
تنها راه نجات که خدای پدر نور عالم را به جهان فرستاد، یگان فرزند عزیزش را به جهان فرستاد که من هم همکنون فرزند خدا هستم. تو هم میتوانی فرزند خدا باشی. آمین. مرسی. خداوندا شنیدم کلام تو را، شنیدم که به من قدرت عظیمی دادی که از قلب ایران و سرزمین ایران کلامی را بیان کنم که از آن تو، نه روی احساسات و نفس انسانی من. آمین آمین. خدا را شکر. مرسی علی عزیز. علی عزیز به خاطر فرصتی که خدا برکت بده. علی عزیز هر وقت که زنگ میزنه با این اشتیاق زیاد و عمیق وقتی دعا میکنه و کلام میگه باعث تشویق ما میشه. خدا برکتتون بده. خب بریم چیز دیگه هست. مورد سی دی شما یه سی دی تازه هم دارید که داره به زودی در حال ضبط هست. آلبوم توضیحات بیشتر میدید. آلبوم جدیدی هستش که در واقع این به زودی آماده میشه، امیدوارم تو همین امسال تهیه بشه و در اختیار قرار. هنوز اسمی براش انتخاب نکردیم، امیدوارم که دوستان کمک بکنن به من برای اینکه بتونیم اسم‌ها رو انتخاب بکنیم. معمولا اسمایی که برای آلبوم‌ها انتخاب میکنم من، اسم یکی از ترک ها و ترک وسط هست و سعی میکنم که به این شکل. آره به هر حال امیدوارم به زودی بیرون بیاد. به فیض خدا. پیشنهادتون چی بود؟ نه بعدا. خب عرضم به خدمتتون، بریم قسمت عرضم به خدمتتون صحبت هفتمون. میخوایم در مورد ماهیت کلیسا صحبت کنیم و ماموریت اون، و ما خیلی راحت واژه کلیسا رو استفاده میکنیم. حالا بعضیامون معنای کتاب مقدسیشو میدونیم، بعضیامون همونطور به قول معروف یه چیزی یاد گرفتیم، در موردش صحبت میکنیم. میخوایم مقدار بیشتر بشکافیم تو این فرصتی که هست. اما پیش از اینکه بریم داخل بحث، من میخوام، چون فکر میکنم اکثر صحبتایی رو که خواهیم داشت بیشترش از یک منبع مشترک هست و هممون ندانسته داریم از یک منبع مشترک به نوعی استفاده میکنیم. البته شما کتاباش تو ماش خیلی دانشگاهی تره. بعد عرضم به خدمتتون، و من متوجه شدم که این منابعی که ما قبلا هم توی برنامه‌های گذشته ازش استفاده کردیم، امروز هم ازش نقل قول خواهیم کرد به فیض خدا، گروه خدمتی هستن که شما به یک نوعی درش باشون در ارتباط هستید و خودتون خیلی الهام میگیرید و این قلبتون هست آن چیزی رو که این دوستان عزیز دارن تعلیم میدن رو انعکاس بدید توی جامعه مسیح، مخصوصا توی کلیساها. خدا بیشتر در مورد این تو اگه میشه توضیح بدید. قبل از اینکه وارد این قسمت بشم خیلی کوتاه بگم که عملا ما اینجا نمیخوام یک مدل یا یک اگزمپل خیلی مشخصی رو توی باکس به صورت فست فود بدیم به بینندگان عزیز و در واقع خودمون رو باز میذاریم برای نظرات مختلف، برای دیدگاه‌های مختلف. ولی چون کلیسا و مبحث کلیسا بسیار در این سادگیش بسیار مهمه در جامعه امروز ما، من فکر کردم که بیشتر میتونیم راجع به این صحبت بکنیم. یادم یکی از کامنت‌های شما رو در فیسبوکتون نگاه می‌کردم، یکی از دوستان اونجا نوشته بود که این مبحث احتیاج داره به زمان بیشتری که بررسی بشه. من موافقم اتفاقا، ولی امروز می‌خوام خیلی کوچیک، خیلی کوتاه، خیلی ساده در مورد این مبحث صحبت بکنیم. در واقع مطالبی که من شاید امروز آماده کردم برای اینکه صحبت بکنم بیشتر از گروه ناین مارکس هست که این دوستان عملا خدمتشون از چندین سال قبل، یه گروه بسیار کوچیکی هستن در قسمت بنای کلیسا و رشد کلیسای سالم مسیحی که مسئول اصلیش فکر میکنم مارک دیور هست. بله، که ایشون شبانه کلیسایی هست در ایالت واشنگتن و ایشون و گروه و تیمی که دارن در این قسمت واقعا خدا رو خدمت میکنن بدون با فروتنی در واقع، و کمک میکنن به کلیساهایی که میخوان طبق کلام خدا، پایه و اساس کلام خدا در مسیر سالمی رشد بکنن. اینه که چند تا کتاب در واقع من با خودم آوردم که اینا رو مطالعه میکنم. در واقع کتابایی هستش که من شاید هی بهش رجوع میکنم به عنوان یک رفرنس که چه چیزی در چه کلیسای سالم مسیحی هست و چه کسی میتونه عضو سالمه یک کلیسای سالم مسیحی باشه، و چندین آیتم مشخص داره، تعریف برای خودش داره. میگم باز این یک پکیج نیست که ما به کسی بدیم بگیم اینه و حالا هر کس خارج از این اگر دیدگاهی داره قابل پذیرش نیست. میتونه یک الگوی خوبی باشه برای یک شروع، برای یک تعلیم در کلیسا و معرفی کلیسای سالم.
طبق کلام خدا. اگه درست درک کرده باشم، بیشتر تاکید مارک دور و گروه نای مارکس بر در تعریف ماهیت کلیسا برمیگرده به الهیات و کتاب مقدس. اون چه که کتاب مقدس میگه در واقع 9 تا نشانه رو تعریف میکنن. اولی روی بیشتر تاکید دارم. میخواید خود در این باب صحبت بکنید، کتاب ها رو میخواید معرفی بکنید؟ من خواهش میکنم دوربین فکر کنم خیلی راحت تر من نگه میدارم که از اون یک دیدی داشته باشن که کتاب در واقع این کتاب ها کتاب های در واقع خلاصه شده از مجموعه بزرگتری هست، به خاطر اینکه خیلی راحت قابل حمله، خیلی راحت قابل فهمه و افراد خیلی راحت میتونن اینها رو مطالعه بکنن. خب این کتابی که الان ادوین جان داره نشون میده در واقع یک جزوه خیلی ساده و 9 تا نشانه، 9 تا تعریف از کلیسای سالم مسیحی رو بر اساس کلام خدا به ما میگه که چطور از نظر تئولوژی الهیات مسیحی، چطور از لحاظ عضویت در کلیسا، چطور از لحاظ موعظه کلام خدا، رهبری کلیسا و و و و, و یک کلیسا میتونه بر اساس کلام خدا کلیسای سالمی باشه. همطور کتاب‌های دیگه‌ای هست که بازم این مجموعه این کتاب‌ها رو در اختیار عزیزان قرار داده، داریم سعی می‌کنیم اگه بشه اینها رو به زبان فارسی ترجمه بکنیم. در واقع اسم این کتاب هست چه کلیسای کلیسای سالم مسیحیه، یا چه کسی میتونه عضو سالم کلیسای مسیحی باشه. باز هم اینها خصوصیت‌هایی داره. مسئله مهم اینه که ما خیلی وقتا کلیسا رو یک تعریف خیلی ساده انقدر میکنیم کلیسا رو، یا به هر مجموعه ای ما به کلیسا میگیم که عملا زیاد فکر میکنم درست نباشه. ما هر مجموعه ای که با هم دیگه جمع میشن رو اسمشو بذاریم کلیسا. از اون طرف هم خیلی ثقیل بکنیم یا سنگین بکنیم مفهوم کلیسا رو، که حتما یک ساختمانی، افرادی با یه لباسای خاص با یه شکل خاصی در واقع دور هم جمع بشن و ما اسم اون رو کلیسا بذاریم. کلیسا یک تعادلی داره تعریفش و من فهم میکنم با خوندن این کتاب ها و همینطور اصلش البته پایه و اساس کلام خداست، میتونیم برسیم به این تعریف که واقعا کلیسای سالم چه کلیسایی. میدونیم که کلیساها جوامع کوچیکی هستند که از جوامع بزرگ در واقع تاثیر میگیرن. درسته که ما با تعلیم درست، با شبانی درست، با رهبری درست طبق کلام خدا میتونیم مانع ورود تعالیم اشتباه و بدعت ها بشیم، ولی ناخودآگاه به خاطر اینکه یک جامعه کوچیکی در دل یک جامعه بزرگه تاثیرپذیر خواهد بود. حالا این چطور میتونیم این رو کنترل بکنیم، چطور میتونیم کلام خدا رو فراموش نکنیم، چطور میتونیم در هر موعظه‌ای، در هر تعلیمی بیس و پایه و اساس صحبت‌های ما کلام خدا باشه، اینها مطالبی است که باید حتما بهش توجه بشه. مثلا یه خطری که وجود داره و شاید امروز کلیسای ایران حداقل درش یه خورده داره دست و پنجه نرم می‌کنه این هست که یه وقت به خاطر اینکه کلیسا ضربه زیاد خورده از باورها و ایمانی که بر پایه کلام خدا نبود، الان خیلی هم خودش رو بسته و محدود کرده که دیگه حالا فقط یک چارچوب، دیگه اصلا چیزای دیگر مطالعه هم نکنید، همش اشتباه است، فقط رو همین باشه، چون اینو حداقل مطمئنیم درسته. و شاید تو هر گروه کلیسایی که نگاه میکنیم، هر گروهی مال خودش رو این صحبت رو درماش میکنه که خیلی دیگه نرید چیز بکنید، همه افکار بیارید، دنیا پر از اشتباهه، ما حداقل میگیم این درسته و بیا روی این تمرکز بکنیم. من میگم پیدا کردن این تعادل همونجوری گفتید خیلی مهمه، که من نه اینکه بسته هستم به یک چارچوب، چرا که کلیسا اکثر در واقع زندگی ایمانداران در یک بُعد تاریخی و با شرایطی که در شهر یا کشوری که در اطرافش هست داره عمل میکنه، پس یک بخشش اون هست، یه بخشش هم این هست که حالا من چطور میتونم یک پایه و اساسی داشته باشم که دیگه خیلی هم از کلام و از اون چیزی که خدا میخواد دور نشم. و پیدا کردن این تعادل یه چالشیه که من فکر میکنم حداقل کتاب نای مارکس یا مارک دور و گروه شما داره کمک میکنه که یک پایه و اساسی داشته باشیم و بتونیم بیشتر از اون گوش بدیم و بشنویم. و کلام خدا واقعا پایه اساسیه که شاید بتونیم بیشتر از هر چیزی که فعلا بهش تکیه بکنیم. ببینید مسئله مهم این هستش که مشکل امروز در واقع در کلیساها اینه که شاید خیلی از سازمانهای مسیحی بعد از این مدتی خودشون رو به عنوان یک کلیسا معرفی میکنه، یا یک کلیسا میاد خودش رو به عنوان سازمان خدمات رسانی معرفی میکنه. این خدمات، این خصوصیت ها باید از طریق کلیسا صورت بگیره، ولی تعریف کلیسا این نیست. یعنی یک سازمان خدمات رسانی کلیسا نیست، یک مینیستری کلیسا نیست.
عملا مینیستری از دل کلیسا شکل میگیره، یا اگر یک سازمان یا یک مینیستری میخواد جدا یا تنها برای خودش بگه من فقط یه سازمان هستم، عملا بعد از این مدت یا این سازمان مغرور میشه میگه ما خودمون کلیسا هم هستیم، یا از یه طرف دیگه چون ساپورتی نداره از طرف یک مجموعه‌ای که اسمشو میذاریم کلیسا، ضعیف میشه و از بین میره. بنابراین خیلی وقتا میگم این تعادله دوچار مشکل میشه که ما تعریف کلیسا رو درست به مردم ارائه بدیم، هر مجموعه‌ای کلیسا نیست، ولی از طرف دیگه اونقدر سنگینش نکنیم که بگیم باید حتما این چارچوب رعایت بکنن تا تبدیل به کلیسا بشن. کلیسا میتونه یک جمعی باشه، هدف خاص که کلام خداست، موعظه کلام خداست، تعلیم، بشارت و همینطور شاگردسازی رو شامل بشه. آیا میتونیم امروز در مورد اون 9 علامتی که نشانه میتونه کلیسای سالم باشه اشاره کنیم بهشون؟ و حالا میدونم به خاطر محدودیت زمان شاید نشه به همه اونها اشاره کرد، ولی لاغر به صورت تیتوار، حالا به قول شما ما نمیتونیم امروز چیزی رو تغییر بدیم یا خیلی چیز کاملی ارائه بدیم، ولی در حد یک اشاره اگر بتونیم. بله، در واقع به صورت سرفصل اگه بخوام بگم، در واقع کلیسای سالم مسیحیه که کلام خدا درش موعظه میشه، حقیقت کلام درش موعظه میشه. ما خیلی وقتا میبینیم که موعظه ها بیشتر در مورد، شاید در خیلی از کلیسا، من نمیگم همه جا، در خیلی از کلیسا در مورد خوشی، شادی، نمیدونم تجربیات شخصی دقیقاً تجربیات شخصی، یعنی اون واعظ در مورد تجربه شخصی خودش فقط موعظه میکنه و پایه اساس کلام خدا کلام درش دیده نمیشه. موضوع تشویقیه بیشتر تا موضوعی که اینا چیز بدی نیست، اینا موضوعات و تاپیکای بدی نیست، اتفاقا باید استفاده بشه، ولی شروع موعظه و پایان موعظه باید درش کلام خدا باشه. این ما بیس، بله، چون ما چیزی نداریم به غیر از این کلام، رفرنسی نداریم به غیر از این کلام. بعد مشکل در اینجا اتفاق میفته که اگه من بخوام از تجربیات خودم دائما موعظه بکنم، من نمیگم تجربیات استفاده نکنیم، اتفاقا باید استفاده بشه، ولی اگه بخوام فقط تجربیات خودم بگم، اعضای کلیسا اون وقت همیشه فکر میکنن خب ایشون این تجربه رو کرده، ما بریم دنبال تجربه شخصی ایشون، دنبال کلام خدا نمیرن و نمیدونن که حقیقت در اینجا چی نوشته شده. من فکر میکنم این شاید اگه بخوایم موقع برگردیم نگاه بکنیم ببینیم توی کلیسا این اگر بخوام ریشه رو مقدار بیشتر بشکافیم، شاید تو این صحبت‌های ادامه صحبت‌ها بهش مطرح بشه. ساختار مدیریت کلیسا به ما کمک می‌کنه که چقدر ما سالم هستیم توی قسمت موعظه. اگر حالا من یکی از مشکلات اساسی رو که توی کلیساها می‌بینم که بخش موعظه کلام رو بهش اهمیت نمیدن، اون کلیسایی هستن که به کسی مسئول خودشون نمی‌دونن، پاسخگو نمی‌بینن. نه همه کلیساهایی که تک شبانی هستن و یک شبان به عنوان رأس امور قرار گرفته بعد هستن، خیلی هستن کلیساهای موفق و سالمی هستن، ولی اکثر اشتباهاتی که ما میبینیم وارد کلیسا میشه و از کلیسا به جامعه مسیح سرایت میکنه، از گروهایی میاد که به صورت تک نفری دارن کلیساها رو مدیریت میکنن و این شخص چون به جای پاسخگو نیست، چون از جای خط نمیگیره، چون از جای اعتقادنامه هایی رو که در کلیسا دارن اعتراف میکنن تعیین نشده و مشخص نشده، معمولا در دام این مسائل میفتن که در مورد مسائلی توی کلیسا صحبت میکنن که اصلا ممکنه در مورد همه چیز باشه، در مورد خوشی و سلامتی و برکت و این اون باشه، ولی انجیل درش غایبه. من فکر میکنم، من برمیگردم مشکل رو اکثرا دقیقاً همینطوره، چون ما در واقع الگوی یک کلیسای سالم رو در اعمال رسولان و در رسالات پولس داریم قشنگ که چطور هست. ما خیلی راحت میتونیم از این کلام استفاده کنیم، این 9 حالا 9 مارکس یا هر این 9 نشانه چیز از فضا نیومده، اینها همش بیسش اینه، یعنی چیز تازه ای نیست. ما میبینیم در اعمال رسولان اولین کلیسا وقتی که پتروس موعظه میکنه 3000 نفر ایمان میارن و بعد کلیسا تشکیل میشه، قشنگ تعریف هست، با هم میشستن، مشارکت داشتن، همه چیز رو با هم دیگه تقسیم میکردن، کلام خدا موعظه میشد، بشارت میدادن و بعد شاگردسازی هم میکردن. بزرگترین حکم مسیح این بود که در متی باب 28 آیه 19 میگه رفته همه امتها رو شاگرد من سازید. خیلی از کلیساها فقط موعظه میکنن، کلیسا فقط موعظه کردن نیست، خیلی از کلیسا فقط بشارت میدن، کلیسا فقط بشارت دادن هم نیست. هدف اینه که بعد از این مراحل ما شاگردان، پیروان مسیح، نه پیروان شخص خادم، نه پیروان کلیسا، نه پیروان شبان کلیسا، نه پیروان من، بلکه پیروان مسیح رو تحویل جامعه بدیم. من این نقطه رو سریع بگم، پس موعظه بر اساس کلام خدا، الهیاتی که در اون کلیسا شکل میگیره، الهیات مسیحی،
بر اساس کلام خدا فهمیدن و درک خبر خوش یا انجیل بر اساس کلام خدا، نه یک تفسیر شخصی. البته خیلی تو پرانتز بگیم، ما خیلی به این اشاره میکنیم که خبر خوش نجات از گناهانه. ما خیلی وقتا در کلیسا موعظات وعده هایی میشنویم این که من رفتم تو کلیسا حالم خوب شد و یهو یه جوریم شد، شفا، برکت های مالی، تغییر زندگی جسمانی، خیلی چیزها، ولی یادمون میره که خبر خوش انجیل نجات از گناهانه. بله، تغییر تفکر یا تغییر فکر از اون چیزی که بودم به اون چیزی که الان تبدیل شدم بر اساس کلام خدا، این چهارمین نشانه است. بشارت بر اساس کلام خدا، عضویت و فهمیدن شخصیت یک عضو در کلیسا بر اساس کلام خدا، شاگردسازی بر اساس کلام خدا، رشد در کلیسا و در خدمت باز دوباره بر اساس کلام خدا، و رهبری، نوع رهبری در کلیسا بر اساس کلام خدا. کلیسا جایی باید باشه که وقتی مردم میان اونجا، علاوه بر اینکه موعظه رو میشنون، اینقدر راحت باشن که با رهبران، با شبانان درد و دل کنن، زندگیشون رو در میون بذارن. ما این شعر رو داریم، میگه چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها رو نباشد قرار. بعضی از کلیساها میشن چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها رو نباشد خیال. دیگه کسی خبر نداره که اونجا چه اتفاقی داره میفته. درسته، دقیقاً همینطوره. مشارکت های کلیسایی میتونه بر اساس کلام خود، همینطور که در تمام این نوع نشانه وقتی گفته شد، چقدر مفید باشه در زندگی ما و مشارکت های ما، و باعث جلال نام خدا بشه در تمام اون کاری که ما به عنوان اعضای سالم در کلیسای سالم میتونیم داشته باشیم. اونجاست که میتونیم قدرت به قول معروف کلام خدا رو درک بکنیم و ببینیم. خیلی وقتا ما راه رو اشتباه می‌بینیم، بعد میگیم قدرت تموم شد، مال قدیما بود، الان دیگه هیچ قدرتی در این کلام نیست، ولی نگاه نمی‌کنیم از چه راهی وارد شدیم تا برسیم به اون جای، راه رو درست رفتیم یا نرفتیم. اگر اجازه بدید من کنار کتاب‌های بسیار مفیدی که شما اشاره کردید، کتاب دکتر کارکنیان رو معرفی بکنم. من خودشون رو از نزدیک ملاقات کردم، استاد من بودن و بسیار شخص دانشمند و تحصیل کرده هستن. حتی دیکشنری یا دایره المعارف مسیحی رو ترجمه کردم و انجام دادم با یه گروهی، و بسیار شخص سرشناسی هستن. ایشون صحبتی رو که در کتاب خودشون میکنن، در واقع کلیسا و Introduction to Ecclesiology، یا در واقع مقدمه ای به کلیسا شناسی، در این کتاب ماهیت کلیسا رو از دیدهای مختلف بررسی میکنن. از دیدگاه کلیسای کاتولیک بررسی میکنن، ارتدوکس، پروتستان، و میان جلو و همینطور صحبت میکنن. یه صحبتی رو که من فکر کردم وقتمون کوتاه، صدقات یکم به چالش بکشیم، چون صحبتی که نه فقط کلیسای کاتولیک و نه فقط کلیسای ارتدوکس، بلکه حتی مارتین لوتر روش تاکید داشت، بتونیم حداقل راجع به این بخش یکم صحبت بکنیم. مارتین لوتر تعریفی که از کلیسا میده به طور خلاصه، میگه جماعت مقدسین که گرد هم جمع میشن و کلام خدا یا انجیل خدا موعظه میشه در اونجا، و انجام ساکرامنتس یا اون چیزایی رو که مسیح به ما دستور داده، آیین مقدس، آیین مقدس که توش حالا توی شام مسیح هست، تعمید هست و چیزهای دیگه. توی باوری که شما توی تحقیقاتی که شما کردید و دیدگاهی که شما دارید بهش نگاه میکنید، انجام آیین مقدس چقدر نقش داره در تعریف کلیسا؟ چون ما همیشه کلام رو صحبت کردیم، ما همیشه در واقع جماعت مقدسین رو ما صحبت کردیم که کلیسا فقط یک ساختمان نیست بلکه جماعته. اما جایگاه آیین مقدس در باور مسیحی امروز کلیسای ایران کجاست؟ ببینید وقتی ما صحبت از آیین مقدس میکنیم، باز وقتی برمیگردیم به اعمال رسولان، اینها به صورت خیلی ساده اتفاق میافتاد. وقتی میگه که افراد داراییشون رو میفروختن، میوردن، میذاشتن پای جلوی پای رسولان، یا در واقع در همه چیز با هم دیگه شریک میشدن، نان رو با هم پاره میکردن، خب همون مسئله عشای ربانی، یا هدیه میدادن، یا با هم دعا میکردن، سرود میخوندن، مزامین میخوندن، خب اینا به صورت خیلی ساده ای در همون قرن اول یا همون کلیسای اولیه اتفاق میافتاد. چیز عجیبی نیست که حالا ما یک تایتلی بخوایم بذاریم یا بگیم اگر این اتفاق نیفته چی میشه، یا اگه اتفاق بیفته وای مثلا چه چیز حتما باید باشه یا نباشه. اینها در یک کلیسای سالمی که بیس و پایش کلام خداست نرمال باید باشه. نمیتونیم بگیم که
یک تایتل جدای از کلیساست. مأموریتی که کلیسا داره این هستش که در هر قسمتی، اگر در این قسمت واقعا هر کلیسای موفق باشه میتونیم بگیم کلیسایی که در مأموریتش هم موفقه، در هر قسمتی افراد و اعضای اون کلیسا رو تجهیز بکنه. در پولس در رومیان باب 12 آیه 5 میگه، در افسوسیان باب 4 آیه 12 میگه مرد خدا برای هر چیز تجهیز بشه مطابق کلام خدا. پس اگر کلیسا ایمانداران رو، اعضای کلیسا رو تجهیز بکنه مطابق کلام خدا، برای خدمت، برای تعلیم، برای شاگردسازی، برای هر قسمتی که ما اسم میذاریم براش، اون کلیسا کلیسای موفقی در قسمت مأموریتش. خب اون آیینی که شما میگید حالا در کلیسای مختلف به شکل‌های مختلفی اجرا میشه، میگم خیلی وقتا ما اون تعادل رو فراموش میکنیم. حتما برای انجام اشای ربانی میگیم از این در بیایید از اون در برید، یا بشینید ما بهتون نون و شراب میار. اینا چیزاییه که اونقدر حیاتی نیست. این انجام این آیین بودنش خوبه، در حد متعادلش، نرمالش خوبه. پولس میگه تعادل شما بر مردم آشکار بشه، مردم بیرون، حتی مردم وقتی وارد کلیسای ما میشن این تعادلی درش ببینن. کسی نفی نمیکنه بودن این آیین رو، ولی هدف این نیست که ما آیین رو در واقع به مردم ارائه بدیم. هدف این هست که کلام خدا موعظه بشه، بشارت داده بشه و شاگردسازی بشه، دو پیگیری بشه وضعیت اعضای کلیسا، به اعضای کلیسا از نظر کلام خدا رسیدگی بشه. خب ما هنوز وقت داریم، یه وقت کوتاهی رو داریم، اگر میخوای که یه جنبندگی داشته باشه. حتی صحبت بسیاره ولی چون وقت نداریم، من یه پرسش دیگه بپرسم تا این قسمت برسیم. میدونم الان مدت هاست تو این قسمت داری تحقیق میکنی یونا جان، و از نزدیک هم با کلیسای ایرانی، فکر میکنم با چندین کلیسای ایرانی هم کار کردی و در ارتباط بودی و هستی. تو کلیسای، شاید سوال سختی باشه، شاید نخوای جواب بدی، از اون تجربه‌ای که تو الان داشتی با برخورد و خدمت در کلیساهای مختلف ایرانی، تو کلیسای ایران رو در چه، در کدوم قسمت از این فرآیند تکامل می‌بینی؟ می‌دونستم اینو. می‌دونستم این سوال. ببینید من همونجوری که گفتید دارم کار تحقیقاتی انجام میدم. امیدوارم تحقیقات من در یه روزی به یه نتیجه کاملی برسه. ولی جالبه، مثلا به عنوان مثال 20 سال پیش در ایران ما می‌دیدیم که تا به امروز هم دارم می‌بینم که کلیسا دائما در حال تکامل، در حال رشد و همینطور در حال خودش هم در حال این هستش که امتحان میکنه. یعنی اگر میرسه به یه جایی میبینه مسیر درستی نیست، مسیر رو عوض میکنه. اتفاقا من میگم کلیسای موفقه که اشتباهات درش صورت بگیره. این کلیسای اشتباهی توش نباشه که بعد ببینیم چه اشکالی داره که اشتباه نمیکنه. من فکر میکنم که کلیسای ایران هر دو روی سکه رو دیده. یعنی هم روزهایی داشته که بسیار ضعیف بوده، هم روزهایی داشته که بسیار قوی بوده. من کلیسای ایران رو نه فقط در ایران، حتی در کشورهای دیگه وقتی نگاه میکنم و دیدم، رفتم با خیلی از خادمین ملاقات کردم، همه رو در حال یک رشد میبینم، در حال یک پیشرفت میبینم برای رسیدن به یک هدف مشخص. بعضی جاها خب سرعت کنده، به خاطر اینکه هر زمان ما از کلام خدا فاصله میگیریم سرعت ما کند میشه، هر زمان موعظه ما دور میشه و میره سراغ چیزهایی که من دوست دارم و شبان دوست داره و تیم رهبری دوست داره، خب سرعت کند میشه، بعد تجربیات عجیب و غریب وارد کلیسا میشه که خوب نیست. ولی هر چقدر ما بیشتر برگردیم الگومون رو به کلام خدا، با اون چیزی که خدا به ما داره نشون میده، به اون قسمت برگردیم، خب سرعت ما تو این قسمت جلو میره. جواب زیرکانه. حالا به خاطر جواب زیرکانه پرسش دقیق تر باشه. این میزه به جاگ اینجوریه. از یک تا ده عدد رو. خب این نشانه ها رو ما نگاه کردیم. این نه تا نشانه اساسی از کشور کتاب مقدس ببینیم. فکر میکنید کلیسای ایران در تجربه هایی که شما داشتید، در کدوم یکی از این نشانه ها بیشتر موفق بوده و در کدوم یکی از این نشانه ها باید بیشتر کار بکنید؟ من یادم با دکتر ساسان توسلی که یکی از دوستان خیلی صمیمی من هست با هم دیگه صحبت میکردیم، گفتیم ما هم به دیدگاه‌های کاریزماتیک در کلیسا احتیاج داریم، چون اونها باعث میشن خیلی از افراد جلب مسیح بشن. هم به وجود انجیلی‌ها و اونهایی که یک کمی تو این قسمت خیلی آنست و مستقیم هستن و خیلی کلام خدا براشون مهمه، چون احتیاج داریم به شاگردسازی در کلیسا.
من فکر میکنم که این دو نفر در کنار هم نه مثلا باید اتفاقا یه روز اینها در کنار هم قرار بگیرن به فیض مسیح. من فکر میکنم که کلیسای ما در حال حاضر با این رشدی که آدم میبینه، نه فقط هم در ایران، خب ما همش هم زوم رو در ایران میذاریم، در اروپا به همین صورت، در میدل ایست همینطور، در خاورمیانه همینطور داره رشد میکنه، در آمریکا همینطور. من فکر میکنم بیشتر در قسمت رهبری کلیسا ما احتیاج داریم که یه مقدار بیشتر توجه کنیم. من با کمال فروتنی، با کمال احترام به تمامی خادمین کشیشان و تمامی عزیزانی که در این قسمت خدمت میکنم، فقط اگرم واقعا اینجا هستم برای اینکه یه مقدار ایجاد سوال بکنم در ذهن این قشر از عزیزان که فکر بکنیم در قسمت رهبری، مطالعه‌مون یکم بیشتر بکنیم، ببینیم واقعا در یک کلیسای سالم مسیحی روش رهبری به چه صورتی باشه. من خودم در خیلی از قسمت‌ها که البته واقعا نسبت به خادمین بزرگ میتونم بگم سرم بندازم پایین و فروتن باشم، خیلی اشتباهات کردم و برگشتم توبه کردم، گفتم خداوند من ببخش، این اشتباهاتم درست نبوده. همه ما تجربه می‌کنیم، ولی خوبه که کلام خدا رو بخونیم. خوب می‌بینیم پولس مشایخ تعیین می‌کرد، این مشایخ چه خدماتی انجام می‌دادن، خودشون تحت چطور پاسخگو بودن به مشایخ دیگری و چطور نظارت می‌شد بر کار اینها. یه مدار اگه تو این قسمت مطالعه بکنیم، فروتنی داشته باشیم، بپذیریم که کار ما نیست، کار خداست. به زبان پژواک اگه بخوام بگیم، کلیساهای ما اکثر خادمین اکثر استفاده نکردیم. بعضی از کلیساها توی قسمت رهبری پاسخگو نیستن به مجامع بزرگتر شیوخ. بله. برای همین خیلی سخته به اونها بگیم که برو و مطالعه بکن. پس عزیزان، لاغر از همین اعضای ساده که هستی شروع کن به مطالعه کردن که لاغر بله. وقتی به رهبری رسیدی بتونه اون اطلاعاتت کامل باشه در مورد رهبری سالم. خیلی کم، فقط دو دقیقه است، ولی در کنار این من فقط میخوام یه اشاره دیگه بکنم و اون اینه که نه فقط رهبران به مجامع مسیحی مشایخ پاسخگو هستن، بلکه به اعضاش، چرا که هر کدوم از ما نسبت به اعضایی که میاد تو کلیسا به خدا جوابگو هستیم. بله. و خودمون رو نه فقط چه رهبران چه اعضا، خودمون رو نسبت به هم متعهد بدونیم، چرا که ما اومدیم تا با هم رشد بکنیم و کسی که رهبر دلیل برتری شخصیتی نداره، بلکه دقیقا. مسئولیت سنگین‌تری داره. ما باید کامل متوجه بشیم که ما خادم مردم هستیم. آمین. درست، دقیقاً. خب آخرش گرم شدی یا راحت؟ آره الان گرم شد، برف و اینا خبری نیست. خب دوستان عزیز، بگو. نه میخواستم تشکر کنم از این وقتی گذاشتی، خدا برکت بده. به فیض خدا باز شما رو توی برنامه خواهیم داشت تا قبل از اینکه سرت شلوغ نشده. خواهش میکنم. با برف و افکت های جدید. مرسی از دعوت شما، ممنونم از توجه شما عزیزم. بله، تا قبل از اینکه گردباد بیاد و ما رو از اینجا برداره ببره، بهتره که با زبون خوش بریم. ولی خوشحال هستیم که باز هم تونستیم در خدمت شما دوستان عزیز باشیم. باز هم ممنون یونای عزیز، خدا برکتت بده. باز هم یونا رو خواهیم داشت به عنوان مهمان در برنامه‌های آینده. برای موضوع هفته آینده میتونید در فیسبوک پژواک برید و صحبت‌ها رو بشنوید و صحبت بکنید تا بتونیم یه مشارکت دو طرفه داشته باشیم. مثل همیشه میگیم دوستتون داریم و خدا نگهدار. هفته آینده همین ساعت همین شبکه برام پژواک.